خوربی دلار در تاجیکستان باز بالا می رود. عین زمان با گفته شویدان 100 دلار آمریکایی در بازار غیر رسمی بر عوض 1000 سومانی تبدیل می شود. بالاروی تدریجی خوربی دلار در تاجیکستان از اول سال مشاهده می شد، اما خوربی رسمی همانو بی تغییر است. همکارم عبدالله شورف شیب و فروزی بازار ارزی تاجیکستان را پیگیری دارد و حالا با ما در استودیو است و آماده پاسخ گفتن به چند سوال. سلام عبدالله، خوب با قرب رسمی در تاجیکستان حالا چی گونه است و با قرب به اصطلاح بازاری تو چی حد فرق دارد؟ سلام، موافق قرب مقرر کرده بانک ملی روز چهارشنبه 1 دلار 9 سومانی و 43 درهم و یا 100 دلار 943 سومانی معین شده است. اما طوری در آغاز هم گفته شد قرب اسعار در بازار غیر رسمی به 1000 سومانی رسیده است. ولی عبدالله، طوری میدونیم در تاجیکستان دو سال پیش صرافی رو بسته بودند، پس قرب اسعار غیر رسمی از کجاست؟ شالا با وجودی بستن صرافی ها، مردم خصوصا صاحبکاران با نظرداشت قرب دلار نرخ را معین میکنند، چون بسیاری از محصولات از خارجه با واسطه دلار می آید. یک همصحبت رادیو آزادی در دوشنبه که به استحصال مصالح ساختمانی مشغول است گفت اشیاء خام را از شرکت ها و صاحب کاران می گیرد که از خارجه مال می آورند و آنها بر عوض 100 دلار 1000 سومانی می خواهند و می گویند که بخواهی با همین نرخ بخر، نخواهی نه. روز چهارشنبه در چندی از بانک های تجارتی کشور به مثل اسخطا، صاحب کار بانک و کاس کامرس بانک هم گفتند قرب دلار 944 سومانی است، اما تاکید کردند که عین زمان دلار نقد برای فروش ندارد. خب پس بانک ملی در این شرایط چیکار میکند عبدالله؟ با گفته همصحبتان ما در یکی از تشکیلات های مالیوی، بانک ملی خرید و فروش اسعار را در تمامی سازمان های قرضی و بانک ها توسط سافتویری تامسون رویترز که همه مؤسسه های مالیوی با آن آبونه هستند نظارت می کند. بانک ملی عین زمان با تشکیلات های قرضی در یک روز 30000 دلار و برای بانک ها اندک بیشتر دلار نقد برای فروش می داده است. از این رو بانک و تشکیلات های قرضی به هر یک کس همگی نه بیشتر از 200 دلار می فروشند، چون نورسایی اسعار خارجی سخت مشاهده می شود. نورسایی اسعار البته باز هم برمیگردد به وضع اقتصادی کشور که صادراتش از واردات دیده 3 مراتبه کمتر است و اسعار خارجی پیوسته از کشور خارج می شود. خوب فهمو و تشکر عبدالله برای صحبت فراگیر.